ضمایر فاعلی اولین درسیه که ما توی هر زبان بایستی یاد بگیریم، یعنی اینکه چطور بگیم من، تو، او و غیره. خب دوستان، من در زبان آلمانی ایش میشه. ایش من، توجه کنید، خواهش میکنم، ایش من، دو، تو، ار یا اغ، عرض کردم به صورت ر یا غ میتونید تلفظ کنید، ترجیحاً ر تلفظ کنید، هم درسته و هم ساده تر. ار یعنی اویی که مذکر هست، اس اویی که خونسا هست و زی اویی که مؤنث هست. دوستان دقت کنید، او منظورمون فقط انسان نیست، هر چیزی که مذکر یا مؤنث یا خونسا باشه رو ما میتونیم با اینها خطاب کنیم. مثلا ما برای صندلی هم میتونیم بگیم ار، یا برای میز، چرا؟ چون مذکر هستن. یا مثلا برای در میگیم زی، یا برای پنجره میگیم اس. بنابراین این ضمیرها فقط برای اشاره به انسان نیستن، انسان یا غیر انسان فرق نمی کنه، فقط جنسیت رو ما در نظر می گیریم. پس ار اوی که مذکر هست، اس اوی خونسا و زی اوی مؤنث. ویر ما، ایر دقت کنید، ایر شما، شمایی که چند نفر هستن، مثلا دو نفر، سه نفر، ده نفر، همشون اشاره کنیم میگیم ایر. و زی دوم، دوستان میدونیم ما سه تا زی داریم در آلمانی، زی دوم به معنی آنها هست و زی که در پایان میبینید و علامت در واقع ستاره دار شده همیشه با اس بزرگ یا گروس اس نوشته میشه، با اس بزرگ نوشته میشه و به معنی شما هست. چه شمایی؟ شمای مؤدبانه، یعنی ما در ارتباط با یک نفر وقتی میخواییم بگیم شما به صورت مؤدبانه زی خطابش میکنیم. پس تکرار میکنم، ما سه تا زی داریم در آلمانی، یکی به معنی اویی که مؤنث هست، یکی به معنی آنها و یکی به معنی شما که حالت مؤدبانه داره. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید فرق نمیکنه، از داخل یا خارج از کشور میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.